خب با سپاس از شما خانم عسکری گرامی و برنامه امروز شاید یه قدری متفاوت هست، بیشتر شما از من پرسش میکنید در برنامهاتون. امروز من قصد پرسش از شما رو دارم، برای اینکه شما اخیرا در لندن بودید و در کنفرانس حزب مشروطه کنگره سالانهشون شرکت داشتید و در این حال در معرض اخبار و اطلاعاتی قرار گرفتید از آن سوی خیابان که اون کنفرانس شورای گذار از جمهوری اسلامی هم برگزار بود. اگرچه شما در اونجا شرکت نداشتید ولی چون در این طرف حضور داشتید، به هر صورت رفت آمدهایی هم از این سو به اون سو انجام شد، مسلم است که شما یک شاهد عینی هستید از ماجراهایی که رخ داده و بهترین اظهار نظر رو می شود از شاهدان عینی، به خصوص افرادی که درستکار هستند و به خصوص کسانی که دارای جهت سیاسی خاص نیستند پرسید. اولین پرسش من این است که انگیزه شما از رفتن به این نشست چه بود برای حزب مشروطه؟ آیا دعوت شده بودید؟ آیا به عنوان ژورنالیست رفتید؟ آیا به عنوان ناظر رفتید؟ چون عضو که احتمالاً نیستید. شما بفرمایید که چگونه شد شما در این کنفرانس شرکت کردید؟ خواهش میکنم. در ابتدا درود دارم خدمت شما جناب احمدی عزیز و دست اندرکاران تلویزیون ایران آریایی. امیدوارم هر کس که برنامه ما رو میبینه تندرست باشه و روزگار خوبی داشته باشه. جناب احمدی عزیز، من چندین سالی که از طرف حزب مشروطه ایران در برنامه‌های سالانی که دارند دعوت می‌شدم و به هر حال فرصت دست نمی‌داد یا شرایط جور نمی‌شد که برم، ولی در این کنفرانس دیدم که سخنران‌های خوبی در اطلاعیه‌ای که دادن، دیدم که سخنران‌های خوبی از جمله دکتر تقی‌زاده، دکتر رضا تقی‌زاده، جناب کنگرلو، جناب امیر طاهری، آقای بقایی و افراد دیگری به هر حال قرار بود که سخنرانی بکنن و چون شرایطم بسیار حساسه، من فکر کردم که این کنفرانس شاید در حاشیه کنفرانس صحبت‌هایی باشه که به هر حال در رابطه با سرنوشت ایران و روزهایی که ما درش هستیم صحبت هایی بشه، و به هر حال رفتم. از قبلم بچه های حزب مشروطه ایران میشناختم، چون به هر حال من شاید ده ها و صد ها برنامه در رابطه با اپوزیسیون، چه رادیویی، چه در برنامه تلویزیون و چه در نشست هایی که اصلا ضبط نشده حضور داشتم، و افرادی که در حزب مشروطه ایران هستن به باور من بچه هایی هستن که ایرانگرا هستن، شخصیت هایی هستن که ایرانگرا هستن و بسیار صادق و بیشیره پیله هستن. به این خاطر خودم هم دوستشان داشتم و این باعث شد که در این کنفرانس شرکت کنم. خود کنفرانس اگر بخوام توضیح بدم، اون چیزی که من دیدم، روز اول سخنرانی‌های خیلی خوبی بود. به نظر من آقای امیری سخنرانی خیلی خوبی داشتن، آقای تقی زاده سخنرانی خیلی خوبی داشتن که بسیارانی براشون وقتی که دست می زدن دیگه این دست زدن ممتد بود و تمام نمی شد. و البته بعدن یه عده سعی کردن که روی صحبت‌های جناب تقی‌زاده مکس نکنن، به اون توجه نکنن و به این بپردازن که با اینکه آقای تقی‌زاده نمی‌دونم پرخاش کرده بخوان این سخنرانی به حاشیه ببرن، ولی مردم جناب احمدی عزیز آگاه هستن و شما برید برنامه آقای تقی‌زاده رو همین سخنرانیشو ببینید، ببینید که چقدر استقبال کردن دوباره زیر به اصطلاح فایل های صحبتاشون چقدر لایک کردن. مردم آگاهن و به حاشیه برده نمیشن که حالا
اگر مثلا یه چیزی گفته، این همه جمهوری اسلامی خیانت میکنه، جنایت میکنه، ما دشمن واقعی خودمون نمیبینیم، ولی اگر یکی آمد گفتش حالا یه چیزی که شاید هم در شأن و شخصیت آقای شریعت مداری به باور من هست که گفته، حالا بیان اینو ببرن به حاشیه که آقای تقی‌زاده پرخاش کرده. به هر حال برنامه روز اول بسیار عالی بود، برنامه روز دوم اون قدرت نداشت، افراد کمتر شرکت کرده بودن، افراد به اصطلاح که مهمان بودن، حالا دلش من نمیدونم، اگر هر چیزی هم به هر حال من فکر نمی کنم پشت صحنه داشت، ولی اگر هم داشت ما مهمان بودیم و از چیزی خاصی اطلاع نداریم. من اون چیزیه که خودم به چشم خودم دیدم میگم. پنلی به اصطلاح اجرا کردن که اون پنل به نظر من خیلی ضعیف بود، اجازه ندادن که مردم که اون هزاری که نشسته بودن صحبتاشون رو بکنن، حرفاشون رو در میان بذارن و بلافاصله پنل بستن کسی که اجراش میکرد و اجازه نداد. که وقتی که دیدم که در مورد شورای گذار دست مردم گذاشتن روی این مسئله و دارن انتقاد میکنن، خیلی خانم مجری که این برنامه رو میچرخان به اصطلاح پنل بس و تمام شد. این چیزی بود که من به چشم خودم اونجا شاهدش بودم. یعنی در واقع نمیخواستن که بحثا ادامه پیدا بکنه؟ بله بله، اولش که اصلا بحث گفتن که آره دیروز شورای گذار بودیم، امروز هم که این شورا هست، قراری که خانم عبادی و برای خانم افخمی هم دو روز دیگه جشن بگیریم یا بزرگداشت بگیریم، که من خیلی تعجب کردم که آخه این خانم عبادی که واقعا مش ملی میهنی نداره، خانمی که اصلا باور به آزادی زن نداره و اسلام اول برای اون اسلام مهمه و بعد ایران مهمه، چرا حالا اینقدر میخوان برجستش کنن؟ به باور من خب دیگه مردم هوشیارتر از این قضایا هستن که با تعریف کسی بخوان تحت در واقع چیز تاثیر قرار بگیرن، مگر اینکه همراه و هم صدا با اون افراد باشن. در واقع شما احساس کردید که چون پیشتر حزب مشروطه اعلان کرده بود که در 28 و 29 در لندن برنامه خواهد داشت و بعد از آن بود که اون گروه آقای شریعت مداری هم اعلان کردن در همون دو روز خواهند بود، آیا این اتفاقی بود به نظر شما آنچه که شما احساس کردید، یا اینکه یک توافق بین دو جناح بود، و یا اینکه تعمدن اون گروه دوم با توجه به اینکه اینها از 6 ماه زودتر اعلان کرده بودند اون روز رو انتخاب کردند که یا با اینها به گونه نزدیک بشوند و یا تعدادی از افراد این طرف رو به اون سو ببرند؟ فکر میکنید که چرا این اتفاق رخ داد و این همزمانی به وجود آمد؟ بله، من اطلاع داشتم که به هر حال آقای شریعت مداری فکر کنم 23 اکتبر این برنامه رو داشت، ولی بلا بعد از اینکه حزب مشروط ایران هم به تاریخشون از قبل مشخص کرده بودن، بعد من وقتی که اینو شنیدم، اگر بخوام واقعا بدون پرده پوشی صحبت کنم، من بلا فاصله با خانم هایده توکلی تماس گرفتم و به خانم توکلی گفتم خانم توکلی فکر میکنم اینا عمدن آمدن همون روزی که شما کنفرانس دارید و ممکنه که خیلی ها متوجه نشن که کی به کیه و دوتا کنفرانس یکی بپندارن، و اینها به هر حال آدم‌هایی هستن که دنبال تضییع ایران هستن، اهدافشان با حزب شما من فکر می‌کنم که خیلی متفاوته. و خانم توکلی گفتن که چیز نه، قراره که ما هر کدام جویباری باشیم و
در آخر این جویبارها هم بپیوندن و در یک مسیر برن. قراره که آقای آهی از طرف ما یا از طرف اونها به هر حال در جلسات هم شرکت کنه. اون چیزی که من به هر حال در جریانش بودم و من به هر حال یه مقدار تعجب کردم و اتفاقا این تعجبم پنهان نکردم حتی بعد از چون اگر که من نمیدونم واقعا پشت صحنه چیزی بود یا نبود، ولی بعد از کنفرانس ادعی آمدم و صحبتهایی کردم که اینها قرارمدارهایی داشتن که من دوباره با خانم توکلی که صحبت کردم به ایشان گفتم که اگر که اینطوری باشه و حتی اگر که راجع به صحبت‌های آقای تقی‌زاده بخواد که مسئله پیش بیاد یا برخورد بشه، تاریخ در مورد شما قضاوت دیگر خواهد کرد، که البته اینا گفتن که هیچ رابطه‌ای ندارن و هیچ زد و بندی نداشتن. امیدوارم اینطور باشه و جز این هم از حزب مشروطه به اصطلاح انتظار نمیره. احتمالاً شاید برخی از دوستان این سو فکر کردن که زمانی رسیده که بایستی اتحاد پیدا بکنن گروه های مختلف سیاسی با یکدیگر، اما باور من این است که ما چگونه میتوانیم با کسانی اتحاد بکنیم که ایدئولوژی کاملا متفاوت با ما دارند و ما ادعا میکنیم که میهن پرست هستیم و برای نجات ایران اقدام میکنیم و اونها برای اضمحلال ایران دارن کار میکنن، که البته در صحبتهایی هم که در کانالهای مختلف داشتن ظاهرن همه شرکت کنندگان این مسائل رو نفی میکنن در گفتگوها، ولی وقتی که مراجعه میکنیم به گفته های اونها در مصاحبه هاشون و یا نوشته های اونها میبینیم که کاملا زد و نقیض صحبت میکنن و حتی تکلیفشون با خودشون روشن نیست. بله، احمدی گرامی ببخشید من توی سخن شما آمدم. امروز روز شفافیته، یعنی هر کس در هر جبهه‌ای هست باید شفاف اعلام کنه و در واقع پرده پوشی نکنه. من امروز ویدئویی رو گوش میکردم از آقای صدر اشرافی، ایشان به صراحت دارن میگن که همون گونه که دو زن و مرد میدونن از هم طلاق بگیرن، بس 2 میلیون انسان هم میدونن در حق تعیین سرنوشت دارن و میدونن از هم جدا بشن و اگر لازم باشه مسلح بشن و با سلاح جدا بشن. پس اینها در واقع به زبان ترکی جای دیگر به صراحت حرفاشون زدن و آقای شریعت مداری بارها راجع به فدرالیسم قومی صحبت کرده و ایالت‌های مختلفی ساخته، از جمله یکی از ایالت‌ها رو اسمش عربستان گذاشته و امروز زیر نام فدرالیسم و زیر واژه‌های دیگر اگر حتی بگویند که قصد تجزیه طلبی ندارن، ولی تاریخ آقای شریعت مداری اینو نشان میده و صحبت‌های افراد مثل صدراشرافی اینو نشان میده و ما ملتی آگاه باید باشیم، با زیر بازی واژه‌ها قرار نگیریم. با واژه‌ها وقتی که بازی میکنن ما گول اون بازی رو نخوریم و بریم و تاریخ اینها رو در بیاریم، ببینیم که چی گفتن، از کجا آمدن، در طی به هر حال تاریخشان چیست. آقای شریعت مداری کسی است که از دل جمهوری اسلامی آمده، کسی است که مؤسس خلق مسلمان هست، یا آقای سازگارا کسی است که بنیانگذار سپاه پاسداران هست، و آقای صدراشرافی است کسی است که دارن این سخن را میگوید که حتی اگر شده مسلحانه ما باید بریم و جدا بشیم، همون طور که یک زن و مرد اصلا جدا میشن ما هم باید. یعنی وقتی که میان زیر واژه تدریس به زبان مادری، این یک کد برای تجزیه. هر شما فکر کنید که هر استان
یک کد بهش میدن و اون این که برو زبانت مستقل کن. فردا که زبانش مستقل کرد، فردا که شرایطی بهتری به وجود آورد و به هر حال یک استقلالی در خودش میدونه اعلام استقلال کنه و میدونه تجزیه بشه. ما یک ملت هستیم، نه کرد، نه لور، نه سیستانی، نه بلوچستانی، نه گیلکی، هیچ ملتی که الان در درون ایران هستن قصد تجزیه ندارن، همه با هم ازدواج کردن، همه از هم بچه دار شدن. اصلا این در جامعه ایران نه بوده، نه خواهد بود، نه خواهد شد. منتها افرادی با این به هر حال افکار شیطانی قصد تجزیه ایران ندارن و دیگر اینکه قصد پر کردن جیب خودشان با این اصطلاحات دارن. میان یه طرحی میدن، طرحی که عربستان خوشش میاد، میاد میلیاردی بهشان پول میده یا افراد دیگری، یا ممکن هستن از بین کردها، ترکها، لورها، به هر حال اقوام مختلف افرادی هم گول بزنن. ولی آن چیزی که مسلم است، ایران یک پارچه، یک پارچه خواهد ماند و ملت ترک و کرد و لور و فارس همه با هم برادروار زندگی خواهند کرد. بله، سپاسگزارم هستم. در این اسنا شنیده شد که آقای اول $10,000 داده بودن برای که کمکی بکنن به کسانی که پول بلیط ندارن و بعد ایشون گویا در بلس که شرکت میکنه در اون نشست $100,000 هم میده که این تایید شده. آیا شما اطلاع دارید که این شخص چه کسی است؟ نام ایشون چی هست؟ نه، من هم شنیدم که شخصی $10,000 میده که اینها مراسم کنفرانسشان بگیرن و برای اکثر اینها اونطور که خود بعضی از خودشان در واقع اعتراف کردن، با پول بلیط گرفتن، پول هتل گرفتن و مهمان بودن، یعنی در واقع با پول اونها رفتن. در حزب مشروط این گونه نبود. هر کس که تا جایی که من خبر دارم، هر کس که مهمان بود خودش بلیط گرفته بود و هتل و هزینه های هر هزینه که بود. و دیگر اینکه $100,000 همون فرد در اون نشست حضور داشته و $100,000 دوباره پرداخت میکنه و صحبت هست که $8,000,000 هم ظاهراً، حالا من این رقم ها رو، اون دو رقم اول مطمئنم و رقمی که از عربستان گرفتن نمیدونم تا چه اندازه است. ظاهراً پانترکیست ها، عربستان و آذربایجان پشتیبانی مالی این پروژه هستند و به باور من اینها بیشتر به دنبال گرفتن این پول ها هستند، برای جیب خودشان کار میکنن و حالا فکر میکنن که اگر تقی به فوقی هم خورد و دانستن که از قدرت که فردا به دست میاد یک جایگاهی هم برای خودشان درست کنن، خب فبه ها. منتها اینها هیچ گونه برنامه ندارن، هیچ گونه استراتژی ندارن، هیچ گونه اصلا کسی اینها رو نمیشناسه. افراد ناشناسی هستن که در ایران ممکنه که 1% از ملت ایران هم اینها رو نشناسه که بخواد که اصلا به اینا اعتماد کنه با این پرونده‌ای که دبیر کلشان داره. حالا دیگه بگذاریم از افراد دیگری. جریانی که هنوز کنفرانس شروع نشده مورد در واقع هجوم ملت ایران، مردم ایران در رسانه‌های گروهی میشه و از همون روز شما ببینید اصلا تمام شبکه ها علیه این جریان سخن گفت. خب بس مشخصه که هنوز شروع نکرده، شکست خورده. منتها خب اینها در پی اهداف ملی میهنی نیستن 100%. این مشخص است که اینها دنبال تجزیه ایران هستن، دنبال فدرال کردن ایران هستن.
میان از کشورهای فدرال اروپایی صحبت میکنن، ولی کشورهای فدرال اروپایی جدا جدا بودن و آمدن به هم پیوستن و یک کشور فدرال به وجود آوردن. ایرانی که به هم پیوسته است، ما چه دردی داریم که بریم و اون فدرال کنیم و جداش کنیم از هم و به کشورهای کوچک تجزیهش کنیم؟ پس این نشان میده که اینها به ایران بزرگ باور ندارن و ما ملت ایران هم به اینها باور نداریم. حالا نکته جالبتر اینه که رئیس اینها سمتش مدیر کله، ولی آقای مدیر کل وزیر تعیین کرده. و جالب اینجاست که معمولا در همه جای دنیا این وزیر هست که مدیر کلهای قسمتهای مختلف وزارتخونش رو تعیین میکنه و در اینجا کار عکسه. به هر صورت یک بلبشوی این آقایون راه انداختن، ولی اشاره بسیار خوبی شما کردید که اینها در درون ایران جایی ندارن، در بیرون از ایران هم جایی ندارن. حالا چند کشور خارجی ممکن است که بنا به مصالحی که دارن موقتا از اینها حمایت بکنن، که اون حمایت هم دائمی نخواهد بود، برای اینکه منافع کشورهایی که به این قبیل گروه ها کمک میکنن بر اساس منافع ملیشون هست و گاهی منافع ملی اینها حکم میکنه که حالا رویه دیگری رو در پیش بگیرم و تمام این کمک‌ها قطع خواهد شد. اما اون شخصی که از ایالات متحده رفته بود و اونجا شرکت کرده بود و من گمان می‌کنم که شخصی باشه که من می‌شناسم، در هر صورت پیگیری خواهم کرد و اگر ایشون چنین کاری کرده است بایستی پاسخگو باشه، زیرا که ایشون در طیف مقابل داره فعالیت می‌کنه و با کسانی کار می‌کند که اون کسان مدعی دموکراسی، آزادی، ایران آزاد، یک پارچگی ایران هستند و اگر در میان اونها افراد اینچنین پیدا بشوند که یا آگاهانه و یا ناآگاهانه در اینجا باشند و در اون سو هم بروند با اونها همکاری مالی یا غیره بکنند، این در حقیقت در تناقض کامل هست و همکاری کردن با چنین گروه هایی اساساً امکان پذیر نخواهد. به هر روی من این دنبال این مسئله هستم و به محضی که پاسخ رو پیدا بکنم، اولین کاری که میکنم این است که تکلیف خودم رو با این آقایون روشن خواهم کرد که ما هیچ گونه حتی نشستی نمیخواهیم با کسانی داشته باشیم که در جهت منافع ملی ما کار نمیکنن و در برابر ملت ایران ایستادند، دنبال تجزیه قومی ایران هستن. این مسئله که آقای شریعت مداری پیشنهاد کرده است منجر به یک جنگی خواهد شد خانمانسوز که سرانجامش ویرانی کامل ایران خواهد و در برابر اینها بایستی جانانه ایستاد. خوشبختانه ملت ایران هم آگاه هست و به اینها فرصت نخواهد داد. به هر روی من خیلی سپاسگزار هستم از شما که در این برنامه امروز شرکت کردین، اطلاعاتون در اختیار ما گذاشتین. اگر مطالب دیگری هست بفرمایید که بشنویم و بینندگان تلویزیون ایران آریایی هم بشنون و به صورت هر چیزی که فکر میکنید کمک میکنه به دانش بیشتر مردم در این زمینه ها، بسیار لازم است که مردم مطلع باشه. خواهش میکنم. من فکر میکنم که مردم ایران بسیار هوشیار هستند، هرچند در فشار هستند. در واقع مردم از اپوزیسیون خود جلوتر هستند و خیلی دقیق میدونن که چه کسانی اهداف ملی میهنی داره. اپوزیسیونی که در واقع هدفش نجات ایران و مردم ایران نباشه، اون اپوزیسیون مورد قبول مردم واقع نمیشه و هر چه قدم تلاش کنه به شکست با شکست مواجه میشه. درود بر شما. از این وقت در اختیار من گذاشتید و سپاسگزارم. سپاس از شما. پاینده ایران. پاینده ایران. حق صحبت بوده. حقوق مسئله صحبت. اردا یازمشم نه زولار که بیر حقی iki insana siz də fikir edirəm Şəhrivəndin müsahibəliyəni mütəqqisiz
خانم آقا حقلری وار ببینن تلقالالا بونی نچه میلیون آدمان یا اجازه ورمیسیز نزولا چه بیر حقی چی نفره وراخ میلیونلار انسانا ورمیاخ نیه شرایط وجودا گهتمیسیز چیستیلا ایرلالا حقی تعیین سرنوشتین من طرفداریم اصلا onu mətrəh eləməsək, mən demokrasi olanmaram. Demokrasi çıxmaz. Haqqı təyini sərnəvəşdədən asılıdır. Mən odur ki, elə o cəlsədə də ki, var idim, orada bundan dif elədim. Bu məsələdən. Bəzilər də istəyirdilər, biraz mühafizə qarlıq eləyələr. Elə mənim bu tozuyum ilə qanı oldular. Mən o haqqıdır. Sərtdən dif elədim. Eyni haqqı tələqdən dif eləmək. Biz gərək eləyə bilək. Bu zəminədə mən demişəm ki, Azərbaycanlılar heç kəs sərbazlığa getməkdən qaçmasın. Getsinlər, dav eləməyə gəçsinlər. Gələcəyimiza bu... mümkündür, lazım olur. Caydırıcı gücümüz hətta silahlı belə olmalıdır, deyirsiniz. Mən dəqiqən, mən onu arz elərəm. Mən heç gizlətmərəm onu. Mən sizə ələni deyirəm, məqalə yazmışam az Əflatundan Jeffersonacan. Mən millətim, bir dənə çıxışım vardı Nihan TV-də. Milləti müsəlləh ya dövləti müsəlləh. Bu ikisindən birini seçəcək. Mən ona etiqadım var. Çox da gözəl.